فناوری پیشرفته. اینجا در لیون فرانسه همه دستندرکاران برای اولین نشست بین المللی ربات در کنار هم جمع شدند. کارشناسان توافق دارند که در آینده ربات ها بخشی از زندگی روزانه ما خواهند شد، درست مثل تلفن همراه یا اینترنت. ما هنوز در قلمرو جنگ ستارگان نیستیم، ولی به آن نزدیکتر می شویم. انقلاب رباتی به آهستگی در حال رخ دادن است. ربات ها می توانند سرگرم کننده باشند و در این حال مفید، مثل همین چیزی که ما اینجا پیدا کردیم. در گرد همایی به نام اینوروبو. این نوع او است، ربات معروف فرانسوی با قد 58 سانتیمتر، حرف میزند، میرخصد، میبیند، ارتباط برقرار میکند، کار علمی انجام میدهد، مثلا دستیار یک محقق یا معلم نقاشی کودکان. Now has been available for universities and labs as a research tool for 2 years. ناو 2 سال است که در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به عنوان یک ابزار تحقیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصور ما این است که ربات‌ها در آینده باعث خودکفایی بیشتر انسان خواهند شد. هدف ربات جایگزین کردن انسان نیست، اما تصور کنید یک ربات چه کمکی به معلولان می‌تواند بکند در خودکفایی و استقلال آنها. They can maybe have more autonomy. بازار مصرف ربات هنوز جوان است و فعلا 3.5 میلیارد دلار در سال که پیش بینی شود در 3 سال آینده به 2 برابر و تا سال 2010 به 20 میلیارد خواهد رسید. پیشرفته ترین ربات ها اکنون 10,000 دلار قیمت دارند. همه انتظار طلوع دوران ربات ها را می کشند، ولی نمی شود تاریخی تعیین کرد. ربات ها با زندگی روزمره ما عجین شدند و خواهند شد، در حمل و نقل، آموزش، پزشکی، تفریحات در خانه. بیل گیتس روزی در سال 80 گفته بود هر خانه ای صاحب یک کامپیوتر می شود و شد، و در 10 سال آینده ما می گوییم هر خانه صاحب یک ربات خواهد شد. بیل گیتس دیزه در لزنه 80 یورا ان اردیناتور پر فویه. موی جو دی یورا پلوزیور ربات پر فویه دان لی 5 یا 10 سال که بیاد. چندین نوع ربات به منظورهای پزشکی و تحقیقاتی ساخته شدند، از جمله در به دنیا آوردن نوزادان و کمک به مراحل زایمان طبیعی. یک مورد دیگر از استفاده های پزشکی آن می تواند وسیله ای برای فیزیوتراپی و یا در آزمایشگاه ها و نیروگاه های هسته ای برای کار کردن روی مواد خطرناک باشد. بنیانگذار آیروبات، کارخانه سازنده جاروبرقی هوشمند، میگوید ربات ها کارهای مختلفی انجام میدهند. جارو کردن خانه خیلی بازه است، اما در افغانستان و عراق می توانند در مینیابی یا کشف بمب های عمل نکرده کمک کنند. ما ربات های اختراع کردیم، از جمله یکی از آنها به نام پکبات که این کار را انجام می دهد، خونسا کردن مواد منفجره. بنابراین ربات ها می توانند زندگی انسان را یا هزاران انسان را روزانه نجات دهند. پکبات و برادر بزرگش در حال حاضر در ژاپن مورد استفاده قرار گرفتند. در نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما بعد از زلزله و سونامی ژاپن، پکبات برای اندازه‌گیری میزان رادیواکتیو و ربات دیگر به نام واریر برای خنک کردن راکتورها استفاده می‌شود. اما محبوب‌ترین ربات در این جمع این ربات دایناسور است به نام پالئو که می‌تواند هر چیزی را یاد بگیرد. حتماً بچه‌ها از آن استقبال خواهند کرد، نسلی که احتمالاً باید با ربات‌ها زندگی کنند.